آزاده بابادی دختر خاله تو موج صالحی از لندن ما رو همراهی میکنند. خبرهای نگران کننده ای هست، در واقع همونطور که خانواده نگران هستن، الان مردم ایران هم که در واقع طرفداران تو موج صالحی هستن با شنیدن این خبر نگران میشن. چه جزئیات بیشتری داریم خانم بابادی؟ اول سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون، به خصوص هموطنانمون درون ایران. به ما خبر رسید و خیلی موثقه که به شدت احتمال انتصاب حکم محاربه برای توماج زیاد شده. الان دارن به سرعت روی این پرونده کار میکنن تا خیلی سریع این پرونده رو جمع کنن. وکیل تسخیری براش تعیین کردن و حتی ما اسم وکیل تسخیری رو میدونیم، به ما گفتن، ولی خب به دلایلی اینجا بهتره که الان نگم من. و به شدت دارن پرونده سازی میکنن، خیلی سریع دارن پیش میبرن که خانواده دست و پاشون بسته بشه و نتونن کاری کنن. خانم بابادی، فکر میکنین هدفشون چه، هدف قوه قضاییه در واقع چی از اینکه اجازه نداده وکیلی انتخاب بشه، وکیلی که شما خانواده انتخاب میکنن و وکیل تسخیری برای توماج در نظر گرفتن؟ بله، ببینید، شما میدونید که وقتی جمهوری اسلامی وکیل تسخیری تعیین میکنه، یعنی میخواد دیگه اون متهم هیچ، اون کسی که حالا خود جمهوری اسلامی در جایگاه اتهام قرارش داده، کاملا دست و پا بسته باشه و هیچ دفاعی نشه ازش انجام بشه. به خاطر اینکه به هر حال وقتی که ما از طرف خانواده یک شخص براش وکیل تعیین میشه، اونها تمام سعیشون رو میکنن که اون متهم رو از اون اتهام رو خب حالا یا کمتر کنن یا از بین ببرن. ولی وکیل تسخیری در واقع یعنی کمکی جمهوری اسلامی، یعنی این که دقیقا هیچ حرفی زده نمیتونه زده بشه، هیچ دفاعی هم واقعا انجام نمیشه و تمام اون چیزهایی که میخوان منتسب کنن به اون متهم اتفاق میفته. خانم بابادی، در این مدت فکر کنم بیشتر از یک ماه هستش که الان در واقع توماج صالحی در بازداشت هست، از خودش خبری داشتید؟ کسی از خانواده تونسته باش صحبت بکنه؟ شرایطش چطور است؟ در کجا نگهداری میشه؟ ببینید، ما خانوادهمون هر روز تقریبا زندان بودن، اون زندانی که اعلام شده که توماج اونجا قرار داره. حتی سعی کردن که خانواده رو اذیت کنن، گفتن پرونده شو فرستیم جایی دور، و خانواده رفتن و گفتن که اصلا این به ما مربوط نیست، به همچین کسی اینجا نیست. حتی یک بار گفتن که این زندانی اصلا اینجا نیست، اینو فرستادن اوی، و بعد دوباره گفتن نه همینجاست. ببینید، خانواده رو دارن به شدت اذیت کنن و به شدت میدوننشون تا خانواده خسته بشن و دست از پیگیری بردارن، ولی متاسفانه خانواده موفق نشدن تا حالا باش صحبت کنن. فقط مدام بهشون گفته میشه که حالش خوبه، حالش خوبه. خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم آزاده بابایی، دخترخاله توماج صالحی که از لندن ما رو همراهی کردید. امیدوارم که به زودی بتونیم جزئیات بیشتری داشته باشیم و